ترسیده؟ داره حساب کتاب میکنه مهندس. پس عملیاتی نیست. اینم بخشی از عملیات دیگه. تیمتون کامله؟ بستگی داره برای چی بخواید. درسته که مرد روزایی سخت و کارهای سختیم؟ حرف که زیاده، عمل مهمه. سرهنگ ابتهاج هستم، نماینده ویژه فرماندهی. سلام جان سرهنگ، کمکی از من برمیاد؟ یه جای دیگه میتونیم بریم حرف بزنیم؟ چرا که نه. علی، حواست به کارگاه باشه. بفهم. حالا بذار برسی، نگران نباش بابا، خودم درستش میکنم. مملکت قانون داره، ایناش همه اسنادش اینجاست. نهایت هم میریم ازش شکایت میکنیم. گریه نکن بابا، بده جلوی مردم. آروم باش، درست بشه بابا. میشه که جا به جا بشید؟ آقای محترم، ما دو نفریم، یکم اون نفر بشید. خب ما هم دو نفریم. اما حالت خوبه؟ ممنون. چطور مگه؟ کنار بشین، مسافرها سوار شن دیگه. دیگه چقدر برم کنار تا؟ اصلا شما به چه حقی داری چهار نفر عقب سوار میکنی؟ شما انگار حالت خوب نیست. این چه طرز حرف زدن آقا؟ درست حرف بزن. پیاده شو دخترم، پیاده شو بابا، بیا بابا، پیاده شو، بیا آقا. اینم کرایه، ولی خیلی بی‌ادبی. برو خودتو نشونه دکتر بده. شما هم اول برو درست حرف زدن یاد بگیر، بعد بیا مسافر کشی کن. بعدم نمیخواد به من لطف کنی، کرایه‌ت رو بردار. همین بسه. ولی کرایه نفری کم کردی. برو عمو، برو خدا روزی جای دیگه بده. بریم بابا، بریم، همین نزدیکی هاست، بریم همین جاست. بیا بابا، بیا. ممنون. تمام نیروهای یگان ویژو و رسای عملیاتی رو داریم پایش میکنیم. چرا؟ برای استخراج یه تیم زبده و کارآمد. جالبه. البته تیم شما و رزومتون که جای حرف حدیثی دیگه باقی نذاشتن. منتها طبق دستور میخوایم یه کار اساسی بکنیم. ما همجوره در خدمتیم. چند وقت پیش یه پرونده از سازمان اطلاعات فراجا به یکی از نیروهای شما ارجاع داده شده که برای ما خیلی مهمه. کدوم پرونده؟ پرونده گروگانگیری رئیس بانک دیگه. اونو در جریانم. اتفاقا ذهن خودم رو درگیر کرده بود اطلاعات درسته یا نه در مورد نادر و تیم تروریستی. متاسفانه درسته. نادر و تیمش قراره دوباره جمع بشن که حتما باید تو نطفه خفه بشن. چقدر مطمئنید؟ به نظر میرسه یه سری تحرکات در چند بخش از خارج از کشور در حال انجامه که قصد دارن یه سری عملیات تروریستی بزرگ داخل کشور انجام بدن. تیم شما هم به عنوان یه گروه ویژه انتخاب شدن که در صورت لزوم باید دفع فتنه کنید. ما همیشه در همه حال در دسترس اینجا سره. اون که بله، اما شرایط الان تغییر کرده. بچه‌ها دارن رو همین موضوع کار میکنن، اطلاعات رو رصد میکنن،
فقط هنوز موفق به شناسایی کامل عوامل این موضوع نشدن. اگه همون گروه باشه هر کاری ازشون برمیاد. اما هنوز چگونگی و نوع عملیاتشون برای ما محرز نیست. اما اینکه این گروه های تروریستی برای به دست آوردن منابع مالی دست به سرقت، گروگانگیری و رفتارهای ناهنجار بزرگ میزنن، این شرایط رو از قبل ملتهب‌تر میکنه. میفهمم. به هر حال من از امروز برای تسهیل و تسریع کارا رصد اطلاعات و عملیات در کنار تیم شما هستم. این که باعث خوشحالی ماست جناب ابتهاج. هر مورد کوچیکی میتونه سرنخی باشه که ما رو زودتر به اهدافمون برسونه. در خدمتم جناب سرگرد. جناب سرهنگ ابتهاج، نماینده ویژه فرماندهی، قرار از امروز در خدمتشون باشیم. بهمون کمک میکنن در مورد اون پرونده تروریستی. شما هر اطلاعاتی که داری منتقل کنید به ایشون کامل. بله چشم. البته امیدوارم کار اطلاعاتیت مثل راپل کردنت نباشه. جناب سرهنگ، جسارتاً کار اطلاعاتی رو رصد کردن خودش یه جور راپل کردنه. فقط باید از قبل همه چیز خوب بسنجی بعد عمل کنی. یا بفرمون همینجاست. آی دکتر منصور قناعت، میریم بالا بابا باش صحبت میکنیم. اگه قبول کرد خب قبول کرد، اگر هم قبول نکرد میریم ازش شکایت میکنیم. بابا نگران چی هستی؟ حقمون رو ازشون میگیریم بابا. بیا من درستش میکنم. بیا بیا بابا. بله بله در جریانم. نه خواهش میکنم، با آقای دکترم هم این کردم. بله من یادداشت کردم براتون دیگه، هفته آینده همراهتون باشه خب بهتره. خواهش میکنم. قربان شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بله سلام خانم. سلام آقای دکتر قناعت هستم. بله وقت قبلی داشتی؟ دخترم قبلا اینجا جراحی داشتن. اسمشون چی بوده؟ کی جراحی داشتن؟ نیلوفر اعتمادی. خانم اعتمادی اینجا خانم بفرمی. بله خب امرتون. من باید آقای دکتر رو ببینم. عرض کردم خدمتتون اصلا نمیشه، میبینید خیلی شلوغه. میتونم ولی یه کاری بکنم برای هفته آینده، میتونم براتون یه وقت بذارم. سه شنبه خوبه ساعت 4 بعد از ظهر. خانم من امروز بعد آقای دکتر رو ببینم. عرض کردم خدمتتون امروز اصلا نمیشه. خانم من امروز بعد آقای دکتر رو ببینم. دستمو بکن بابا. اونجا وایسا. با اینا باید همینجوری حرف زد. آخه چی دارید میگید شما؟ بفرمایید بیرون. بفرمایید. به این هارت و پورتشون توجه نکن. من حقمو میگیرم، نمیذارم اینا هر کاری دلشون بخواد بکنن. چرا دارید چرت و پرت میگید؟ بفرمایید بیرون. خانم گفتم من باید امروز آقای دکتر رو ببینم. الان نگهبانی زنگ بزن. خانم زنگ بزن هر کی رو میخواد خبر کن. مطب دکتر قناعت زنگ بزن. بزن همه بیان. آره بذار بیان ببینم بچه این منو چه بلایی سر تو بردی. میخوام بدونم چرا با بچه ای من این کارو کردین. چرا تر اینجا مطب میبینید که مریضانش هستن. شما هم میخواین دماغتون رو بسپرید دست این دکتر قلابی. آره تو رو خدا به صورت دختر من یه نگاهی بندازید ببینید چه شکلیش کردن. از زمانی که عملش کردن از شب تا صبح داره گریه میکنه. تو رو خدای ظلم و درق خودتون نکنید. دختر آقا چی داری میگی شما؟ چرا داری شلوغش میکنی؟ خانم من اینجا میشینم. تو دکتر بیاد. نمیرم داد بیداد. آقا بفرمایید بیرون، وقت ما رو دارید میگیرید با این داد بیداد. من نمیرم خانم. هر کی میخواد بگی بیاد. من تا آقای دکتر نیادت اینجا بیرونه. چه خبره خانم؟ آقای دکتر ببخشید، ببینید که اومدن داخل دارن داد بیداد میکنن. بخونم دیوونه. بابا آقای دکتر قناعت بالاخره تشریف آوردی. بیا جلو دکتر. بیا ببین چه گندی زدی. دخترم بیا جلو بابا. بیا جلوتر آقای دکتر ببینه چه گندی زده. حالت خوب نیستا؟ عمل کی؟ دختر چی؟ با کی داری حرف میزنی؟ بایدم به جا نیاری. این عملی که شما انجام دادین کلن قیافش عوض شده، خودت هم دیگه نمیشناسیش. حالا اونو نمیشناسی.
منشی؟ منه که دیگه به جا میاری؟ برای چی گریه میکنی؟ مگه خودت نگفتی بریم پیش آقای دکتر یه فکری به حال دماغت بکنه؟ ها؟ مگه نگفتی؟ این آقای دکتر گندی که زده خودش هم این گندی یه جوری پاکش میکنه. پدر من، یا تو خودت دیوونه یا خودت دارید دیوونگی؟ یعنی چه این حرفا؟ اینجا مرتبه؟ برو رد کار ببینم. درست حرف بزن آقا، دیوونه خودتی؟ البته حق داری. آره من دیوونم، من دیوونم، من دیوونم که دخترم رو گندادم زیر دست تو دکتر قلابی. خانم این نگهبانی چی شد؟ دارن میان آقای دکتر، زنگ زدم نگهبانی. حتما این آقای من بردم بالا کاره، بارو میان اونجا میگی باسه تکلیم بارو رو جد کن بارو 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 چی کار آقایی؟ پاسه خود دیمه موشوانده که نزم من هم خوبه بود نگهبان من هم خوب بیا جمع کنیم وضعیتو خوب دست دختر من زدم بیزدرم دست دختر من زدم چی کنیم؟ بله باشه، شما نگران نباشید، درست میشه. من خودم با اتون تماس میگیرم. خدا نگه دارت. خودت بعد بابا با طرف زنی. آخه بابا این روزا سرش خیلی شلوغه، همش مأموریته. درسته، ما هم باید کاری کنیم که وقتی مأموریته نگران خونه نباشه. چش، شما هم پسر خوبی باش، موفق باش. منم قول میدم که راجع به مستند جدیدت با بابا حرف بزنم. فقط لطفاً بهش بگید که این کارای برای من خیلی مهمه. ولی تاها جان، تو خودت باید بتونی مسائلتو با بابا مطرح کنی. شما بگی فرق داره. یه لحظه. الو. سلام خانم نجفی، کجایید؟ از صبح رفتید برای ارسال یه نامه. پول پرداخت کردین؟ فیشش هم حتما بیارید. کی میرسید؟ یه زحمتی بکشین سر راه برید دنبال خانم تقوی برای جلسه امروز. بله دفتر خودشون هستن، فقط زود برگردین. به آقای رعوفی هم بگو ماشین رو بنزین بزنه که دوباره تو راه نذارتتون. خدا نگهدار. باز که نشستی تاها، منم اگه بابا با حرف بزنم میگه خودش باید برام توضیح بده. خودت باید حرف بزنی مامان جون. من فقط میگم بابا چون از کار من و سینما خیلی سر در نمیاره ممکنه بگه نه. همین. نه خیرم، اینطور نیست. خیلی هم میدونه. ببین فقط میگه تو یه جاهای فیلم تو یه طرفه رفتی. نه اینطوری نیست واقعا. خب همش واقعیته. ببین به نظر منم نشون دادن مشکلات مردم بدون ارائه راه حل درست نیست. چی شد؟ شما خودتون تا دیروز کلی تشویقم نمی‌کردین برای ساختن فیلم. هی مدام می‌گفتین از این خانومه و موزلاتش فیلم بگیر. الان که بابا گفت نه شما میگین نه؟ بله من خودم گفتم فیلم بگیر. ولی تو چیکار کردی تاها؟ فقط مشکلاتو نشون دادی. ببینم اون زن روزای شاد خاطرهای قشنگ نداره؟ یادته وقتی از تولد دخترش تعریف می‌کرد چشمش چه برقی می‌زد؟ یا مثلا اولین روز مدرسه رفتنش وقتی از جمعاشون تعریف میکرد؟ ولی تو هیچ کدوم اینا رو توی فیلمت نشون ندادی. آره خوب روزای خوبم داشته، ولی خب به خاطر اعتیاد همسرش همش رو به باد داد. همه اشتباه میکنن، مهم اینه که الان کجان. شما درست میگی، شما یه لطفی کن با بابا صحبت کن، یه کمک مالی به من بکنه من بتونم این فیلمم تموم کنم. باش من بهش میگم، به شرط که اول خودت شروع کنی. منم بهت کمک میکنم. من به بابا گفتم، الانم به شما میگم. من قول میدم یه مستندی بسازم که تو جشنواره حقیقت رتبه اولو بیاره. ایشالله. نکو پدر جا. کلی دلت بخواد میتونه بکنی. آره. نمرد دختر من یه بود کردی. من بیده این خبر ندارم. دختر من کشتی. من بیده این. نکو. خیلی میرون. بری نکا. دخترم. این وقت گریه نکن بابا، میگم بریم با ایشون بکن برم بیرون.
خانم چرا دست دست میکنی؟ برو زنگ بزن به پلیس، یه نفر بدین الان گلوی منو میبره. آره برو به پلیس زنگ بزن تا بیاد تکلیف این دکتر قلابی رو روشن کنه. گوش بکنی هر کاری دلت بخواد میتونی. راکی خانم خوشتون از درد مغزتون میگیره. خودت بدبخت میکنی، منو بدبخت میکنی. گوش کن چی میخوای، هر چی میخوام، من فقط نمیفهمم. به من میگی دیوونه. الو صدادت آقا، تو رو خدا به دادمون برسید، یه نفر داره اینجا آقای دکتر رو میکشه. بله خوب نگاه کن، خوب نگاه کن، ببین چه بلایی سر صورت دختر من آوردی. اون دیگه نمیخنده. ببین چه گندی زدی. کدوم دختری؟ تو دختری نیست، همینی که اینجا وایساده. بدن من تو روانی شدی، توهمی شدی. من کیو عمل کردم، چیو عمل کردم، خودم خبر ندارم. نیلوفرم، دخترم. اما دختری که هزار بار بهش گفتم این کارو نکن، گفتم این دختر این کار انجام دادن زیبا شدن، من خرم خامش شدم و قبول کردم. کاش هرکس قبول نمی کردم. از اون روزی که تو همهش کرد یه روز خوش ندیدی. گوش کن به چی بهت بگم، خودت خرابش کردی، خودت هم دارد سر کن. هر کاری بگی انجام میدم. بگو چی کار کنم. پروندش بذار پروندش رو ببینم. پروندش رو بیزه منشیه. نه 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 دارم از پروندش توی گاه صندوقم دارم به نسخه. بذار چکش بکنم، هر چی باشه، هر خطایی باشه، هر عملی که کرده باشم چیکار کنم بابا؟ بذارم بره. من جبران میکنم، خول میدم، جبران میکنم. باشه برو، برو خدا، برو پروندش در شد، هر چی بخوای انجام میدم. باشه برو. دختره قبول کرد، گفتم که بزنید حقمونو میگیریم. آره بابا من نگران نباش. من معذرت میخوام، با تون همه هنگ میکنم دوباره. چیکار کنیم الان آقای بدی؟ سلام خانم، بفهم شما، بفهم بفهم بفهم. سلام علیکم. برقم برقم برقم، میدونستم نمیتونم بهت اعتماد کنم. از فطرت پدر جان شما آروم باشید. من آرومم. لطفا آروم باشید. بیمار بابا، بیمار گرگه نکن. دختر نها کیه؟ اصلا دختری همراشون نبود. خفه شو، مگه کوری نمیبینی؟ برقم برقم. این کسافت باید تقاس کاری رو که کرده باید پس بده. پدر جان شما آروم باشید، اگر ایشون کاری هم کرده باشه قانون هست، قانون رسیدگی میکنه. منم اول میخواستم بدم ایش دست قانون، این خودش راه سد و انتخاب کرد. باید کاری که رو صورت دختر من انجام بدارم باید تقاسشو پس بده. آشکاله کسافت. پدر من، من الان اینجا، شما بفرمایید موضوع چیه؟ موضوع نیست. با این عملی که آقا رو صورت دختر من کرده زندگی من و دخترم رو خراب کرده. دختر این آقا کجاست؟ گفتم خدمتتون، اصلا دختری همراهش نبوده. این پنده خود فکر کنم مشکل داره. از وقتی که به اومده هی هزیون داره میگه، میگه دخترم دخترم، کسی همراهش نبوده. مرکز سند پنج. پدر من، اون اسلحه رو کجا بردی؟ این؟ مال خود این آقای دکتره. مال من؟ اسلحه کی؟ اسلحه کی؟ من اصلا اسلحه ندارم. من تو مطب بودم، این آقا ریخه تو مطب من، شروع کرده به داد و بیداد، زیر گلوی من تیغ گذاشته، منو تهدید کرده. این اسلحه مال خودشه، از پشت کتش در آورده، مال خودشه. عجب شالاتانی هستی تو، دروغ میگه. این اسلحه مال خودشه. اصلا دکتره؟ تو همین گاف صندوق در آورد. من تو اون گاف صندوق پول دارم، طلا دارم، دست چک دارم، هزار تا مدرک دارم. این میخواد من دزدی بکنه، میخواد دخالی بکنه. ای بابا تو خیلی پستی، دروغ میگه. این اصلا خودش، باور کنی. بابا جان لطفا اوضاع از این بدتر نکنید، اون اسلحه رو بذارید کنار.
خواهش میکنم ازتون. اوضاع بدتر از اینکه دیگه دخترم نمیتونه بخنده، بدتر از اینکه مرتب داره گریه میکنه. دیگه چه آسایی. ما یاد دست این نجات بده. من اصلا نمیدونم این که این روانیه دیوونه است و هم زده. روانی خودتی؟ دخترم. من دخترتو نمیشناسم. روانی خودتی؟ باشه، ایشون قول میده حتما درستش کنه. من از شما خواهش میکنم، فقط قبلش اون اسلحه رو بذارید کنار، ایشونو رها کنید. نه، یه بار قول داد بسه. نه، همین الان، همین جا باید هر کاری میتونه بکنه. این باید تماس کاری که دختر من انجام داده رو پس بده. نه، همین الان. آی، جلو نیا، جلو نیا، دخترم داری میترسه. بری رقم، برید بیرون، برید بیرون، برید بیرون. پدر جان به من اعتماد کنید، من از شما خواهش دارم. برو بیرون، برو بیرون، دخترم داره میترسه. برو بیرون. باشه باشه، شما فقط آروم باشید. چشم، ما میریم بیرون. منو با این دکتر احمق تنها بذارید، دخترم داره میترسه. بریم بیرون. آروم. بله که میشه. آره میدونم. حالا ده بار آره یه چیزای شنیدی؟ نه، یه حرکت دبرانی. 10 روز نهایتا تونسته یه طرف شده. من فقط کاری نداره که اصلا. آقا یاد بده بهشون. طرف فکریه، فکر کن. شب بعد بری آروم. آره درست. چه قور میزنی؟ بیا خودت انجام بده. دو تا چپ برو، سه تا راست، سه تا راست، دو تا چپ. مصطفی جان دو تا به چپ رفتی دیگه نشد. دو تا به راست، دو تا راست برو. آره مکعبو نشکنی، چرا انقدر زور میزنی؟ چرا اصلا به زور نیست؟ نمیتونی بده. بده بده، بیا بیا بیا. دو تا چپ، سه تا راست، مصطفی یا نه؟ کدوم دو تا راست هستن؟ کدوم؟ خب چرا بالا؟ چرا بالا؟ از این که بلند نکنی. بده من بابا، بده من، بده من. بده من بابا، اصلا بیا اصلا نمیرم. خودم الان میرم برای تو. نهایتا یه طرفش یا 5 تا دونش؟ بده بهش، نه خودت درست کن. 10 بار یه بار دیگه همتون هم شاهد. یک ماه شام و نهار این گروه از آشنه باشه. یا 5 تا دونش؟ سروان طاهری هستم. خسته نباشی. موقعیت چیه؟ گروگانگیر یک نفره که ظاهراً دچار اختلالات روحی روانی شده و دکتر منصور قناعت که تو این ساخته و مطب داره گروگان گرفته. ضمناً گروگانگیر مسلح به یه قبضه سلاح برتام هست. درخواستش چیه؟ درست متوجه نشدیم. فقط دخترش رو صدا میزنه که داخل مطب بررسی کردیم ولی کسی نبود. سابقه داره؟ استلامش رو گرفتیم. مورد خاصی نداره. ساختمون چه خبره؟ کی هست؟ کل ساختمون رو تخلیه کردیم. طبقه چندومه؟ طبقه ششم واحد 4. هادی جان مشخصات ساختمون رو بگیر ببینیم چه خبره. علی بچه‌هاتو مستقر کن. طبقه بالا طبقه پایین همون واحد. به امیر بگو تو موقعیتش باشه. آقا یه ساختمون 6 طبقه اداریه که هر طبقهش 4 واحده. اکثرشون پزشکن. نقشه همه واحدهای طبقه های مختلف عین هم. دو واحد دو خوابه و دو واحد سه خوابه که مطب دکتر قناعت تو زل شرقی ساختمون مشرف به خیابونه. یکی از اون دو واحدهای بالکن دار. مسیر ورود به خونه بالکن، پنجره و در ورودی ساختمون. گروگانگیر طبق اطلاعات مرفوک، علی اکبر اعتمادی، کارمند بازنشسته بیمه، 55 ساله، هیچ گونه سابقه قضایی و سوء سابقه ای نداره. همسرش فوت کرده و هیچ گونه هم سابقه خشونت و بیماری خاصی نداره. علی بیا اینجا. علی کار خودته. بچه‌ها تو مستقر کن، برو تو ببینم چه می‌کنی. چش. برو داداش. یاور حافظ. برو برادر. اعتمادی؟ کیه؟
سروان رواقیم، لطفاً در رو باز کنی تا با هم حرف بزنیم. نمیخوام هیچ پلیسی رو ببینم. من اومدم به شما کمک کنم. لطفاً در رو باز کنید و اسلحه‌تون رو زمین بذارید. بریک، تنهامون بذارید. آقای اعتمادی، اینجوری فقط داری چرایی؟ وگرنه یه گوله خالی میکنم تو سر این دکتر احمد. جناب آقای اعتمادی، میتونم با آقای دکتر حرف بزنم؟ دکتر هیچ حرفی نداره به جز اینکه صورت دکتر منو به حالت اولش برگردونه. الان چند نفر داخل اتاق هستی؟ منم و دخترم و این دکتر کثافت. میتونم با دخترتون حرف بزنم؟ چیکارش داری؟ میخوام ازش کمک بخوام تا این اوضاع رو تموم کنیم. دختر من دیگه خیلی وقته با کسی حرف نمیزنه، فقط خوصه میخوره و گریه میکنه. همه شد تقصیر این دکتر احمقه. آقای اعتمادی، خواهش میکنم اجازه بدید من داخل بشم تا با دخترتون صحبت کنم. چیکار کنم بابا؟ بذارم بیاد تو؟ فقط خودت، پلیس دیگه ای نباشه. باشه باشه، فقط من. سلام. سلام، من سروان رواقیم، برای کمک به شما اینجا. پس دختر خانومتون کجاست؟ همینجا کنار من وایستده. سلام خانوم اعتمادی. ایشون به هیچ کسی دیگه اعتماد نداره. مشکلتون با دکتر قناعت چیه؟ چرا همه از من میپرسن مشکل چیه؟ چرا هیچ کس به من نمیگه راه درمان چیه؟ آخه چند بار بگم؟ اصلا نیاز نیست تکرار بکنم. شما یه نگاهی به صورت دختر من بندازید متوجه میشید مشکل چیه؟ من که مشکلی تو صورتشون نمیبینم. عجب، اینی که نمیخنده مشکل نیست، اینی که همش گریه میکنه مشکل نیست. خب این مشکل چه ربطی به دکتر قناعت داره؟ قبل از این قضیه این دختر من یه دختر شاد و خندون بود، اما از زمانی که دست برد تو صورت دختر من دیگه دختر من اصلا نخندید. آقای اعتمادی، داستانو از اول تعریف کنید تا بدونیم دقیقا باید چه کار کنیم. داستان نیست، این آقا گند زده به زندگی من و دخترم. همین. به نظرتون دخترتون الان با این کار شما موافقه؟ ببینی چقدر ترسیده؟ نیلوفر بابا، ترسیدی بابا؟ آقای اعتمادی، به نظرتون کار درستی میکنید؟ من فقط همین یه دختر رو دارم، از دنیا هیچی برام نمونده. فقط با خنده‌های اون زنده بودم که اونم این کثافت از من گره. آقای دکتر، شما حرفی ندارید؟ جناب پلیس، واقعا شما رو خدا رسون. من روزی چند تا بیمار میبینم، دختر، پسر، پیر، جوون، ماهی 20 تا 30 تا عمل جراحی دارم تو بیمارستانهای مختلف. به جان شما، به جان خودم، به شرافتم قسم، تا الان نشده که یه نفر بخواد از من شکایت بکنه، چه برسه یه همچین بلایی بخواد سر من بیاره. اصلا خبر ندارم چه اتفاقی برای دختر این آقا افتاده. من هر چی که خواستن انجام دادم، اونم به بهترین شکل ممکنش. یعنی تو در ما 20 نفر رو بدبخت میکنی؟ یادت اون روزی که با دخترم اومدیم پیش تو چقدر چرب زبونی میکردی؟ از مزیت‌های این عمل برای ما داره میکردی؟ یادت؟ آروم باشید آقای اعتمادی، لطفاً اجازه بدید دخترتونم نظرشو بگی. نظر اون نظر منه، مگه نه بابا؟ یعنی نظر شما هم این بود که عمل کنه؟ نه.
چقدر بهش گفتم این کارو نکن. گفت همه دوستام این عمل انجام دادن، دماغم بزرگ، مسخرم میکنن، صورتم نافرمه. گفت شاید به وسیله این عمل بتونم هم شوهر هم کار زودتر به دست بیارم. گفتم این حرفا چیه بابا؟ خودم هرچی بخوای برای تهیه میکنم، گور بابا یا کار و شوهر که بخواد به وسیله این عمل به دست بیاد. دخترم این کار خطرناکه. گفت نه هیچ خطری نداره، من یه دکتر میشناسم کارش حرف نداره، خیلی مشهوره، با اینکه گرونه تو حرفه خودش بهترینه. گفتم دخترم بیا از خیر این کار بگذر. گفت برام شده یه قصه، هر وقت تو آینه نگاه میکنم حالم از خودم و بینیم به هم میخوره، بینیم تو صورتم زایده، بزرگه، کجه، موفجه، ای گفت تو منم خر شدم و قبول کردم. به من گفت اگه فکر میکنی عملم خطرناکه خب بیا بریم با دکترم صحبت کن. ما اومدیم اینجا وقت گرفتیم، این آقا کلی از فرم و شکل بینی بعد از عمل جراحی برای مستقن رو دیگه. من البته چیزی متوجه نمی شدم، ولی وقتی می دیدم دخترم خوشحاله خب منم خوشحال بودم. با حرفایی هم که این آقا زد گفتم خدا رو شکر پس دیگه مشکلی پیش نمیاد، فقط مشکل پولش بود. میدونی قیمتش بالا بود، برای من بازنشسته خوب سخت بود. این دخترم اصرار میکرد، این آقام گفت آقا کجایی؟ قیمت این عمل تو ایران از همه جای دیگه ارزونتره، از همه جای دنیا میان اینجا عمل میکنن. باز این دکتر من اصرار کرد، با اینکه این آقای دکتر از همه دکترها گرونتر بود، ولی این دختر من پاشو کرد توی کفش که الا و بلا فقط میخوام این دکتر عمل بکنم. خب من چی کار بکنم؟ با هر بدبختی بود رفتم قرض رو پوله کردم، پول عملش رو جور کردم دادم. سوژه در تیرسه. روزای اولش دخترم خیلی خوشحال بود، مرتب از من تشکر میکرد. پدر سوخته از زوایای مختلف از بانداج بینیش عکس میگرفت. بعد از یه هفته بانداج بینیش رو وا کردیم، دیدیم چقدر صورتش فرهم کرده، چقدر کبود شده، اصلا یه جور نافرمی شده. اومدیم اینجا پیش این آقا، گفتش که نه مشکل نیست، باید به این زمان بدیم ورمش میخوابه. البته خب بعد از یه ماه هم ورمش خوابید، ولی وقتی نگاش میکردی صورتش یه جور ناجوری شده بود. خوب که دقت کردم دیدم به جز بینی گونه و چونه و لب و همه رو عمل کرده. خوب دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ میدیدم خوشحاله، ولی بعدش قصه ها شروع شد. دیگه از خونه بیرون نمی رفت،
شده بود مایه خنده رفیقاش. دیگه حتی تو آینم خودش رو نگاه نمیکرد، دیگه حتی از خودش عکسم نمیگرفت، تمام عکسای قدیمیشم پاک کرده بود. بچم از خورد و خوراکم افتاده بود، اینقدر حرفای نامربوط شد تا یه شب خواب میدون دیگه بلندش مرد. کوچه یه دردش یه خود یه خورد پیدا کرد، خودکشی کرده بود، خودکشی کرده بود. کذابت اشغال باید تا سر جات پلیس. این لیاقت زندگی کردن رو نداره، خیلی از جوانای این شهر رو این نابود کرده. این انتخاب خودتونه، اگه امثال این نباشن حق انتخابی هم برای اونا نیست. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، اینا رو ببین، اینا رو ببین، اینا همه سند جنایت این دکتره. این حقش نیست زنده با جان دختر من مرده باشه. اینا رو ببین، اینا مال آدم های کمچوب پشیمونن، فقط روشون نمیشه بگم. بیا اینجا، کجا داری میری؟ بیا اینجا. آقای اعتمادی، این مشکل با کشتن دکتر قناعت حل نمیشه. من میدونم شما چی میکشید، غم از دست دادن دختر خیلی سخته، ولی با کشتن دکتر دخترتون زنده نمیشه. میدونم من دیگه زنده نمیشه، میدونم، ولی این هم زنده نمیمونه. آقای اعتمادی نکن این کارو، دخترتون هم راضی به این کار نیست. ما همگی اشتباهاتی توی زندگیمون داریم که مسئول اون اشتباهات خودمونیم. شاید کار دکتر درست نباشه، اما کار ما غلط‌تره که اجازه میدیم این کارو با خودمون انجام بدن. اگه واقعا دخترتون اینجا بود، قطعا ازتون میخواست که این کارو نکنید. نیلوفر خواهش میکنم اسرعتون رو بندازید. نیلوفر رد یک مرکز، رد یک بگوشم. مذاکره با موفقیت انجام شد، گروگانگیر تسلیم شد و به مقر انتقال داده شد. ضمن عرض خسته نباشی، امیر دمت کرد، عالی بودید. ممنون. خسته نباشید، همگی جمع میکنیم این پایگاه. در خدمتی. دکتر؟ دکتر؟ قناعت کو؟ در اختیار بچه هاست. شامو باید سبک خورد، البته سر شب. نظر شما چیه؟ موافقم. میگن صبحانه رو تنها بخور، نهار رو با دوستت، شامو با دشمنت. رمز سلامتی تو همینه، درست غذا خوردن. بله. فهم میکنم شما علاقه چندانی به غذا خوردن نداری. تو این اوضاع احوال فکر نمیکنم اولویت اول من غذا خوردن باشه. ترجیح میدم اول مشکلاتم رو حل بکنم، بعد با خیال راحت بشنم یه دل سیر غذا بخورم. عقل سالم در بدن سالم. اگه بدنت سالم نباشه
قدرت تصمیم گیری هم نداری، نمیتونی تصمیمای درست بگیری. به خاطر همین همیشه من اول به جسمم اهمیت میدم و تصمیمای درست میگیرم که هم آرامش جسمانی داشته باشم هم آرامش روحی. خب اینم یه نظریه که البته نظر درستیه. شما گوشتخاری؟ چی؟ گوشتخار. گوشت هم میخورم. پس درست حد زدم، به خاطر همینی که عصبی و تند خو و کم حوصله ای. گوشت قرمز آفت و آرامشه. من 10 ساله که گیاهخوارم، بهترین خواب، بهترین فکر و بهترین جسم دارم. پیشنهاد میکنم شما هم گیاهخوار شو. ببین آقای محترم، من نیومدم اینجا در مورد گوشتخواری و گیاهخواری و خامخواری و صبحونه و نهار و شام و اینجور چیزا صحبت بکنم. من وقت این کارا رو ندارم. من اومدم ببینم چطوری میتونم پولمو از این مملکت ببرم بیرون. همین. من عادت ندارم سر میز شام بحث کاری کنم. خب چرا دعوتم کردیم برای شام؟ بلند شو. چی؟ دنبالم بیا. سگ حیوان با وفاییه، حتی با وفاتر از خیلی از آدم ها. کم توقع و پرکار. نظر چیه؟ چی بگم؟ فکر کنم متوجه منظورم شدی. ببین باختری جان، اگه سفارش دوستان نبود به خاطر توهینت به دعوتم، الان خوراک همین با وفاها شده بودی. خب آخی شما هم باید شرایط منو درک بکنید. شرایط تو درک کردم که الان اینجایی. چقدر پول داری؟ حدود 10,000 میلیارد. خوبه، خوبه. حالا میتونیم در مورد کار حرف بزنیم. فقط من باید خیلی سریع از مملکت خارج بشم. آخری جان عجله نکن، همه چی به وقتش. پول حلال مشکلاته، پول سرزمین منه. من یه سفارشی دارم که باید انجام بشه، تو هم یه مشکلی داری که باید حل بشه، یه معامله پای پای. فکر کنم شدنیه. از کی شروع میکنی؟ از همین الان. فقط باید پولاتو تبدیل کنیم.